نوشت و نوع نظام آینده کشورمون باشیم بر برای حقوق بشره برای دموکراسی این رو من فکر کنم خواسته اکثریت جریانات فکری و سیاسی مملکتمون بوده و هست آیا می توان سر این اصول توافق کرد سوال اینجاست به نظر من جوابش مثبته اما که از من بپرسید کدوم سازمان کدوم گروه کدوم حزب کجن تشکل حاضر بیاد پای این سند رو امضا کنه چنین مانیفستی رو حمایت بکنه این که باز از خودشون بپرسید ولی من این سوال رو به این عنوان طرح میکنم که قبل از اینکه سر به مباحثی برسیم که آینده ایران رو چجوری ترسیم بکنیم یه پروسسوسی رو یک روندی رو قبول بکنیم که بهترین شکل و نحوه رسوندن کار به اون مرحله است در قالب حرکت های نافرمانی مدنی با در نظر گرفتن بسیاری از عناصری که در قالب خود این نظام بودن ولی میخوان از این نظام ببرن و به مردم ملحق بشن و آینده خودشون رو تزمین شده بدونن و فکر نکنن که با تغییر رژیم خودشون هم میرن پایین اینا جز عوامل در واقع عملی است که باید در نظر گرفته بشه ما که میتونیم با شعار اوضاع رو عوض کنیم یه جایی بالاخره باستی یک بنابراین برای من این سوال پیش میاد که بر فرضی که این, تا... این ها رو میشه به وجود آورد که به نظر من در اکثریت اوقات هست مسئله میمونه اینکه چه چیزی این وسط کمه و در واقع میخوام میگم دغدغه بیشتر من رو این سوال ها میچرخه چون این دقیقا چیزهایی که از من پرسیده میشه یا باشتر رو کاردن که اگر فرض بکنید این نهزتی که از تابستان پیش آغاز شد در داخل مملکت جریان سبز به طور کل با توجه به اینکه نظام قطعا سعی کرده از طریق سرکوب از طریق زندانی کردن از طریق اعدام کردن از طریق ایجاد روبوتر سر مخالفین رو زیر آب کردن و تمام این ترفندهایی که استفاده کرده بالاخره تا یه حدی این رهبری داخلی مملکت میتونه پیش بره یک زمانی میرسه که یک وسیله نمایان, نماین، به نمایندگی کلیت این جریان در یه جا بتونه خودش دوباره شک بده اگرم در داخل نتونن این کار عملی بکنن یه جا بس در خارج به وجود بیاد زمین این که به نظر من دول کلیدی جهان به یک مرحله میرسن که خیلی خوب شما مگه نمیگین با با مردم وارد تعامل بشیم فقط با رژیم حرف بزنیم اوکی با کی حرف بزن نمایندتون کی نمیشه بدون چنین وسیله ای راهی رو ارائه داد که جهانیان و یا بدونن که خب به چه طریقی میتونن با این اپوزیشن در ارتباط قرار بگیرن اینجاست که ما احتیاج به مکانیزم مرکزی داریم هستن کسانی که میگن که به حال با در آن در یک شرایطی هستیم که باز رهبری های متعدد جمعی شکل بگیره من نمیدونم تا چه حد این کار عملی باشه من نمیگم که تمام سازمان ها بایستی خودشون رو لغو بکنن و بیان در یک ساختار واحد شرکت کنن نه میتونن به همون شکل به اصطلاح چی میگن اه، اه، خودشون عمل بکنن اما در یک جای یک مکانیزم توافق رو ایجاد بکنن ایدال بنابراین اجازه بدید من ایدال رو ترسیم بکنم به عنوان پیشنهاد عملی چون صحبتش بارها بارها در این سالها شده حالا اسمشو هر چی میخوایم بذاریم مجمع بذاریم شورا بذاریم مجلس بذاریم <تص> هر ولی یک وسیله که مشترکان افرادی باشند از فرهیختگان جامعهمون <applause> از فعالین یا نمایندگان سازمان‌ها یا جریانات مختلف سیاسی سی. که در واقع با تشکیل چنین شورایی یک مبنای مشروعیت دادن به یک مکانیزم مرکزی که عهدهدار یک اجرای این طرحها و برنامه های مشترک اپوزیسیون داخل و خارج باشه در نحوه مبارزه بر علیه رژیم یعنی یک شخصیت های فرزانه مستقل دو سازمان های سیاسی بله که میتونن در قالب ميشنن. این بلی... ف... س... سوای این که خب تشکل های دارن در واقع یک, یک باب تضمین و یا ا... 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 یک نوباب به اصطلاح مشروعیتی بدن به اون هیئت اجرایی چرا این مهمه برای که به حال تمام این جریاناتی که خارج و داخل میخوان به یک جای بالاخره وصل باشن چون در خ... درخواست بسیاری همیهنانمون همیشه این بوده میان ما میخوایم کمک کنیم ولی نمیدونیم به کی کدوم سازمان کدوم تشکیلات باست. یه یه جایی به وجود بیاد و اون هیئت اجرایی که در واقع پاسخگوست به اون مجمع در اجرای کارهاش حالا در تمام فعالیت هایی که لازم هست حمایت های ارگانیکی که باز به فعالین داخل کرد ارتباطات خارجی هست ارتباطات مدیاتیک هست هماهنگی با دول خارجی هست و به حال ب... بدون چنین مرکزیتی من مشکل می بینم که هدایت این جریان و یا مسئله رهبری این جریان رو بشه به همین ها حل کرد و این در ابتدا به نظر من باز در خارج از مملکت تشکیل بشه و بتونه دوباره به داخل مملکت بسونده بشه بلکه مشکل ما در سطح تاکتیکی یا خیابونی یا منطقه ای نیست در داخل دارد. یک همصدایی و از یک موزه مشترک بیان خاص ها کردن هستش که تو تمام این ترافیک اطلاعاتی و ارتباطی و مجموعه به حال فعالیت هست خب فعالیت زیاد هست اما خیلی پخش و پلاس و در یک جا تعریف نشده دارد. و این در از دیده به خصوص ناظرین به صحنه بیشتر ایجاد گیجی میکنه و سردرگمی میکنه تا تشخیص این جهت ها و بایستی بر مبنای کنسانسوس و بر مبنای توافق عمل کرد اگه بخوایم تداومش رو حفظ بکنیم یه چیز سر نیست که یه دبه بشینن تصمیم بگیرن و دو تا اعلامی و بیانیه بدن و همه میگن چشم نه یک داد و ستد فکری دائمی هستش که در واقع نقش اون مجمع میتونه باشه که دائم این بحث رو پیش بکشه اما مسئولیت به قول امریکا یا دی تو دی یا روز به روز اجرایش به عهده یک تیم مرکزی باشه که میگم پاسخگو به کل این داستانه معرف هیچ جریان خاصی نیست اما معرف مجموعه خواسته یعنی فراگیره فراگیره. این فراگیره به نظر من این لازمه و این پیشنهاد است که من بارها و بارها به فعالین سیاسی به مسئولین این ساختارها دادم و گفتم هر کمکی از دست من برمیاد من حاضرم انجام بدم و بهتون کمک بکنم و همیشه چون صحبت من پیش میاد محورین محوری خودتونی دیگه آه 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 نیست آی ماری نیست بالاخره خود ایشون باید شروع کنن از یه جایی و من فکر مانم از... با یک دعوت بلاخره باید شروع بشه من دارم خیلی باز به شما چیزی که تازگی نداره رو بیان میکنم که این صحبت هایی که سالها داشتم و همیشه دیدان. به افراد گفتم که به جایی که شما بخوایم بیان فوری رهبر تراشی بکنید ببینید که اون کسی که من هستم اون نفوذ نامی که دارم ارتباط جهانی که دارم ارتباط با خیلی جای دارم چه جوری میخواین این 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 سرمایه سیاسی رو مصرف کنید بستگی داره ببینید که چه جوری میخواین مصرفش کنید اگه درست مصرفش کنید به نفع اگه غلط بخواید مصرفش کنید نتیجه نمیده ولی حرف من خود شما خب برای اینکه حرف من شما باید شروع کنید آیمار این نظرتون چیه شما حالا واسه بچه‌ها نظر من سال هاست که شاهزاده رضا پهلوی گفتن که در لحظه فروپاشی خلع رهبری به حال به یک تراژدی و از ایران ختم خواهد شد همیشه در باب این که یک کوششی برای پیشگیری از این وضعیت باید انجام بشه به حال از قدیم از چند سال پیش این رو مطرح کردن اما در مورد این که در برون مرز حالا چگونه شخصیت از گروه های مختلف رو میشه در یک جا نشون به هم وصل این یه مکانیزمی میخواد که این مکانیزم رو چگونه باید پیدا کرد در دریای متاسفانه این اختلاف های فکری چپ راست میانه و انواع و اقسام خدای نکرده بغض ها و دشمنی ها در این میانه بدون اینکه لازم باشه این بغض ها و دشمنی ها چگونه میتوان مکانیسم گام به گام به سوی شورای مرکزی رو طی کرد میتونم بفهمم آقای مهری که حوصله و صبر بسیاری از همیهنانمون به قول معروف لبریز شده و حق هم دارن این توقع داشته باشم به خصوص فعالینه که در داخل کشور با این حد شهامت و شجاعت دارن واقعا جان فشانی میکنن میگن دیگه حد اقل کاری که میشه انجام بدین تمام این مدعیان سیاسی و رهبری که آقا واقعا این قسمت کارو رو بهش برسید و بار سنگینی به دوشه خیلی ها هستش من جمله به دوش خودم من حرفی نیست که نخوام امروز شفاف و باز با همه هم در میون بگذارم برای این دغدغه همه ماست چیزی نیست که بخوام بریم پشت پرده حل کنیم این رو اتفاقا من دارم میارم وسط میز میذارم به عنوان یک طرحی که باسی به عنوان یک پروژه ملی جدی بهش نگاه کرد و نه فقط به خاطر اینکه در این فاز مهمه بلکه من فکر کنم این طرز برخورد نیروهای جامعه پیش درآمدی خواهد بود از اینکه در آینده چه میخوایم بکنیم و فراموش هم نکنیم همطور که شما اشاره کردید آقای مهری که در لحظات حساس اگر چیزی نباشه که بتونه اون مرکز سقل باشه فرض کنید فردا اگه گروهانی از جریانات انتظامی مملکت بخوان به یه چیزی وصل بکنن یا ترک بکنن رژیم و به نفع یه چیز دیگری به چی بیان وصل بشن خودشون واسه کودتا بکنن از داخل سبا یا بسیج یا میتونن وصل بشن به یک چیزی که نماینگر خواسته عمده مملکتشون هست فراموش نکنیم این مسئله رو من باز تکرار میکنم برای اینکه خیلی مسئله کلیدی است انتقال قدرت از حکومت کنونی به حکومت بعدی یا به نیروهای ملی بعدی مقدار زیادیش به دست نیروهای انتظامی موجود هست